بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، علیرضا پورمسعود هستم. به برنامه بازگشت خوش اومدید. قرار در مورد آسیب شناسی فضای مهدویت و مدعیان دروغین و فرقی که در جامعه جریان سازی میکنن صحبت کنیم. بریم با کارشناس برنامه اون آشنا بشیم، برگردیم در این مورد گفتگو کنیم با ایشون. حجت الاسلام و المسلمین محمد رضا نصوری متولد ساری 1349 در سال 66 وارد حوزه علمی قم گردید و تا سطح 3 حوزه ادامه تحصیل داد. در سال 1380 در مقطع کارشناسی رشته تاریخ مشغول تحصیل و موفق به اخذ مدرک شد. تدریس در مرکز تخصصی مهدویت و دانشگاه آزاد قم از جمله فعالیت‌های علمی وی می‌باشد. سلام، خیلی خوش اومدید به برنامه‌ت. علیکم السلام. بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام و احترام دارم خدمت شما و همه بیننده‌های فریخته برنامه‌تون. انشالله که بتونیم مطالب خوبی رو در تبع مباحث آسیب شناسی در مهدویت رو داشته باشیم و انشالله بحث‌های کاربردی و خوب و مفیدی باشه برای همه ما و بیننده‌های بزرگوارتون. انشالله. حاجی آقا، همونطور که حالا مستحضر هستین، در مورد فرق نوظهور و مدعیان دروغین در عرصه مهدویت مباحث زیادی ارائه شده. از اونجایی که خودتون حداقل 20 سال تخصصتون هست، با موارد مختلفی آشنایی داشتید، از نزدیک باهاشون شاید صحبت کردید و در سیر اون عملکردی داشتن از زمانی که شروع کردن تا پایان و حالا بعضیشون که اعدام شدن و اون حالا سقوطی که داشتن، ما میخوایم این سری طوری صحبت بکنیم و مباحث رو ارائه بکنیم که بیشتر به بحث جریان سازی های اجتماعی که اینها انجام دادن و در اصل آسیبی که دارن به جامعه، به اعتقادات، به افکار مردم میرسونن صحبت بکنیم. به نظرم اول بریم سراغ این که اصلا جامعه ای که درش فرقه های انحرافی یا مدعیان به وجود میان چه جامعه ایه، در موردش صحبت بکنیم، آروم آروم وارد بحث بشیم. بسم الله الرحمن الرحیم. در سوره زاریات آیه 56 خدای تبارک و تعالی انتظار خودشو نسبت به ما بیان کرده، فرمود و ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. ليعبدون یعنی ای ليعرفون. خدا انتظار داره حالا که ما رو خلق کرد، ما رو برسونه به یه قله به نام عبودیت و بندگی. طبیعی است که تو این مسیر که انسان حرکت میکنه نیاز به یه نقشه راه داره، نقشه نیاز به یه نقشه خان دارد. پیامبر اینو ترسیم کرد برای ما، انی تارکم فیکم مستقلین کتاب الله و اطرتی، یعنی عملا کتاب خدا میشه نقشه راه ما برای رسیدن به قله بندگی خدا، اطرت میشن بلد راه ما، یعنی الان امام ما بلد راه ما هست. هنر دست ما انسان هاست آقای پورمسعود که ما چگونه با این قرآن نقشه و با این نقشه خان و راهنما یعنی امام خودمونو به یه آمادگی برسونیم. این برمیگرده به نوع معرفت ما نسبت به قرآن و اطرت. هر چقدر معرفت یعنی شناخت ما و اون دستورات و برنامه هایی که در قرآن و در فرمایشات اهل بیت هست ما انجام بدیم، یعنی آمادگی ما رو نشون میده. طبیعی است که وقتی که ما به سمت قله بندگی خدا میخوایم حرکت بکنیم، تلاش انسان ها بی معنی نیست. تلاش انسان ها در معرض قطعا تهدید خواهد بود. چون یه قله معمولی هم که بخواید برید، تو مسیر میبینید پرتگاه‌های وجود داره، خطرات وجود داره. انسانی که معرفتش عمیق باشه تلاش میکنه اون آسیب‌ها، انحرافات، بدعت‌ها، خرافات رو کنار بزنه. مثلا الان شما بخواید مشهد مقدس برید، میگه ماشین داری؟ میگه بهترین ماشین دارم. میگه رانندگیت چی؟ رانندگیت خوبه؟ میگه بهترین راننده هستم من. خب الحمدلله، هم ماشین خوب هم رانندگیت خوبه. اما همین بزرگوار با بهترین ماشین و بهترین فن رانندگی و مهارتی که داره ها، اگر بی توجه به هشدارهای در مسیر باشه، احتمال سقوط داره، احتمال پرت داره. و طبیعی است که اگه خودش هم توجه بکنه، دیگران و حواشی بهش توجه نکنن، اونا هم احتمال ضربه زدن به او داره. اینه که در یک جامعه هستیم ما الان، دوران غیبت. دوران غیبت 12 قرن اتفاق افتاده. الان دعا میکنیم که روز به روز به ظهور نزدیک بشیم، دعا میکنیم که انشالله این دوران غیبت تبدیل بشه به دوران حضور امام. این
دوران غیبت قطعاً چالش‌های وجود داره. فاصله افتاده بین ما و امام، حیرت و سرگردانی مردم، فتنه‌ها و شبهات تو این زمینه وجود داره، یأس و ناامیدی ایجاد میشه. خب طبیعی است که این جامعه اگر انسان‌ها توجه و مواس معرفتیشون عمیق باشه، خب آسیب به حد اقل خواهد رسید و این انسان‌ها بهتر میتونن ولی خدا و حجت خدا رو در زندگی و در جامعه ببینن. یعنی در جامعه که میخوایم عدالت رو فراگیر بکنیم، این آدمی که منتظر امام زمانه، این متولی این کاره. کسی که متولی هست میگه من میتونم عدالت رو در جامعه فراگیر بکنم، چرا؟ تلاش میکنم برای فرج امام زمان علیه السلام، تلاش میکنم که خودم رو به اون جامعه امام زمان نزدیک بکنم. این وقتی که تلاش میکنه، طبیعی است که تلاش او در معرض تهدیده، چون نگاه کاملا توحید محوره. نگاه توحید محوری شیطان دست بر نمیداره. طبیعی است که شما نکن در زمانی که پیامبر بزرگوار وقتی که آمد رسما خودشو به عنوان پیامبر الهی مطرح کرد، بلافاصله مسیلم کذاب پیدا شد، پیامبر دروغین پیدا شد. پیامبر مردم رو میخواست توحید محور و مؤمن به خدا بکنه، بلافاصله منافق پیدا شد. مؤمن تلاشش رو بیشتر کرد تو جامعه، دید عرصه ها خیلی بهتر داره باز میشه، اما اونها منافقین ساکت نمیشینن. یعنی فضای شیطانی میاد در مقابل نگاه توحیدی و انسانهای مؤمن وای میسته. طبیعی است که جامعه رو سعی میکنه به سمت و سوی شیطان دعوت بکنه. این که فرمودید این جامعه طبیعیه که انسانهای مؤمن در معرض تهدید، در معرض اشتباهات هستن، منتها هر چقدر معرفتها پخته تر باشه هیچ وقت خام نمیشه، اما اگه نه در مسائل اعتقادی و معرفتی داغ باشن زود سرد میشن. یعنی با یه شبهه و یک نگاه برداشته غلط نسبت به بعضی از مسائل، طبیعی است دچار خطا و اشتباه میشه و خدای ناکرده نه میتواند زمینه رو برای ظهور حضرت فراهم کنه، حتی عملا ظهور رو به تأخیر میندازن. این آسیب و اشتباهی که شما فرمودید خب یه تعریفی داره، شاید مردم ما خیلی شنیده باشن آقا معرفتتون رو ببرید بالا در جامعه ایمانی. این حرفا، حالا نه اینکه پرداختن بهش اشتباه یا گفتنش اشتباه باشه، نه درسته، منتها اگر بس داده نشه، تفسیر نشه دقیق، این تبدیل میشه به یک کلیشه و شعار که شد تا یه برنامه حالا مهدوی هست تا یه صحبتی میشه میگن آقا این کلیشه. این آسیب تعریف داره، بعد مثلا انسان مؤمن یا اون مردمی که دارن به همین سمت حرکت میکنن، چه کسی که بخواد تلاش بکنه چه تلاش نکنه، چون الان سیر جامعه به این سمتی که ما برای جامعه سازی و زمینه سازی برای ظهور داریم حرکت میکنیم، ناخودآگاه در این سیلی که داره به این سمت حرکت میکنه ممکنه افرادی بخوان دست و پا بزنن. اون آسیب رو نمیدونه، معرفت رو نمیدونه و ممکنه درگیر همین کذاب هایی که باهاشون مواجهیم و هیچ وقت هم شاید تمومی نداشته باشن تا خود ظهور مواجه میشیم. قطعا وقتی که مقامی مثل توحید در معرض تهدید و آسیبه، قطعا امام هم در معرض تهدید و آسیب هست و انسان منتظر ضمن تلاش به معرفت باید مراقب باشه که این معرفتش دچار خدشه و انحراف نشه. چون جامعه ما خیلی ها بودن در زمان رسول الله گرفته، در زمان امیرالمؤمنین گرفته، آدمایی بودن در کنار امام بودن، ولی همین ها بعضی ها به یک علل و عواملی باعث شد، چون شناخت به آسیب و انحراف نداشتن، دچار خطا راهبردی شدن و به جای اینکه بیان مطیع امام و توحید بشن، مطیع افراد دیگه شدن که ضربه به جامعه. چه سفید امضا برای کسی وجود نداره. نداره. اگر اجازه بدید یه بخش کوتاهی رو ببینیم، برگردیم ادامه گفتگو رو داشته باشیم. در خدمت شما هستم. امروز تهاجم فرهنگی خیلی جدی است عزیزان من. خیلی جدی است. یکی مسئله مبارزه با خرافات. در کنار ترویج و تبلیغ معارف اصیل دینی و اسلام ناب، با خرافات باید مبارزه کرد. روز به روزم کسانی دارن خرافات جدیدی رو وارد جامعه ما میکنن. مبارزه با خرافات جدی باید بگیریم. ما خیال میکنیم که اگر با یک مطلبی که مورد عقیده مردم است و خرافی است و خلاف واقع مقاومت کردیم، برخلاف شؤون روحانی عمل کردیم. نه، شأن روحانی اینه. امروز شما ببینید مدعیان ارتباط با امام زمان، مدعیان ارتباط با غیب، با شکل‌های مختلف. یکی از کسانی که در دوران کنونی پرچم هزار رنگ دروغ را بر بام خانه‌اش افراشته
و جمعی ساده اندیش را گرد خود پربرنده سید حسین کاظمی نیست. مروری در سرگذشت او نشان می‌دهد که این فرد علی‌رغم پایین بودن معلومات دینی خیلی زود لباس شریف روحانیت را برتن کرده است. سید حسین کاظمی که تشنگی جامعه عصر غیبت را خوب می‌فهمد به بهانه مشکل گشایی از مردم مدعی ارتباط با امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف می شود. مدتی بعد ظاهر فریبای او دلهای بی‌آلایش را به شکارگاه انحراف و خراف پرستی می کشاند. امامت جماعت در مسجد همت‌آباد تهران، استخاره و دعا نویسی، باز کردن سر کتاب، روزخانی و خودنمایی، برگزاری جلسات مرادخواهی و ساخت زیارتگاه از مقبره پدر به منظور عبادتگاه مریدان پرده ای از شگردهای فریبنده کاظمینی در جذب مردم است. این همه مرید جویی با تبلیغ این دروغ صورت می گرفته است که حسین کاظمینی از نوادگان آیت الله بروجردی و فرزند 27 امام سجاد علیه السلام است. او در حالی روح پدر خود را تقدس می بخشیده که پدرش در زمان حیات فرزند را از طرح چنین مسائل کذبی نهی می کند. کاظمینی ادعا می کند مرجع تقلید است و البته چون با امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف رابطه دارد زمان ظهور را هم می داند. اما همین فرد حتی با قرائت صحیح سوره حمد و ادعیه مفاتیح الجنان به درستی آشنا نیست. گفتگو میکنیم پیرامون مدعیان دروغین در عرصه مهدویت و جریانسازی هاشون در جامعه. حاجی آقا طبق حالا مقدمه اولی که در بحثمون داشتیم الان به این برسیم که این خواستگاه ها و عواملی که مدعیان دروغین تو عرصه مهدویت وارد میشن چیه؟ خب مردم اساسا تشنه نسبت به یک مسائلی، نسبت به معنویت، نسبت به امام زمان. خب این بالاخره یه خواستگاهی داره، یک ریشه‌ای وجود داره که این رفتار واکنش خود اون جامعه میشه، میرن سمتش، بعد جمعیتی به وجود میارن و اون حالا جریان مراد و مریدبازی شروع میشه. اینا بالاخره اون شاخصه هاشو صحبت بکنیم در موردش. این بستره هایی که باعث میشه نگاه کنید روی کرد جامعه ای که اگه نگاه جامعه به دین نداشته باشن اون جامعه هر لحظه دچار معرض انحرافه. حالا شما یکی از مصداق های آسیب فرمودید مدعیان، یعنی این آدم های دکانبازی هستند، در کمین هستند که فضای جامعه رو نگاه کنند، خودشون سکانداری کنند، توی مسیر گمراهی قرار بدن. برای همینه تمام جریانات انحرافی و آسیب هایی که مهدویت زدن دو صفت مشترک همشون دارن، همشون عالم گریز و عقل گریزن، همشون با عالم مبارزه میکنن، با عقل مبارزه میکنن. با عقل چرا مبارزه میکنن؟ چون سوادی ندارن، بیشتر دنبال مباحث احساسات قرار میگیرن. به خاطر همینه مثلا میگن انتظار چیه؟ میگه انتظار یعنی خودسازی، انتظار فقط خودتو بساز. خب جامعه چی؟ میگه تکلیفی ندارید. میگه چرا تکلیفی ندارید؟ میگه امام زمان خودش بیاد همش درست میکنه. برای همین دعا ندبه که میخونه میگه عین حادما ابنیت شرک و نفاق، عین مذل الاعدا. به نماز جمعه چی؟ میگه اهمیت نمیده. این که حضرت آقا چند سال پیش فهمودن تفکر شیعه انگلیسی، شیعه انگلیسی فرد نیست، تفکری است که تو جامعه داره. ها این جامعه چیه؟ یعنی عملا تو یه مسیر قرار میگیرن، با نگاه نسبت به مبانی و آموزه ها مخالفتی میکنن. پاسخشون اینه که میگن خب ما الان دوره امیرالمومنین، امیرالمومنین بود ما تبعیت کنیم یا مردمی بودن که امیرالمومنین ببینن، الان چون ولی معصوم حضور نداره ما به خودمون بپردازیم بهتره تا بیم سراغ حکومت و جامعه و تربیت و این چیز. اصلا بلکه بالاتر اینو میگن، میگن که اصلا این ولی فقیه و این کسی که اینجا هست این جایگاهی نداره. برای همینه که اخیراً به بعضی از این شهدای مظلوم مدافع حرم هم ایراد گرفتن. چرا اینا میگه شهید؟ از کی اجازه گرفته؟ ولی فقیه، اصلا ولی فقیه رو قبول ندارن. میگه امام معصوم رو پیدا بکنید، بر اساس نظریه امام معصوم شما انجام بده. خب پس اینجوری باشه دوران غیبت برای همین ها یه نفعی داره.
نکنید اگر نگاه جامع به دین کسی داره، دین نباید بخشی از زندگی باشه، دین باید روح حاکم بر تمام شونات زندگی باشه. عقاید، احکام، اخلاق بر اساس معیارهایی باید باشه که حجت خدا ولی خدا در او قرار بگیره و او حجت خدا و ولی خدا در زمان غیبت نائب امام این کارو انجام بده. مگه تعریف انتظار مشخص نیست؟ پس چرا چند برداشت ازش وجود داره؟ خب این نگاه کن برمیگرده به نگاه افرادی که تو اون جامعه هستن. نکنه وقتی که من یادم قبل از انقلاب شما تفکراتی که در مقابل نهضت امام رحمت الله علیه انجام داده بود به امام خورده میگرفتن، میگفتن چرا داری با شاه مبارزه میکنی؟ شاه داره زمینه ظهور حضرت رو فراهم میکنه. یعنی چه شاه زمینه ظهور حضرت رو فراهم میکنه؟ میگه و شما نمیگه ظلم و فساد بشود، او داره ظلمشو میکنه، ما داریم وظیفه خودسازی خودمون انجام میدیم. این نگاه به انتظار میشه یک نگاه ایستایی، تنبل و سوز و در مقابل نگاه های امر معروف و نهی از منکر سکوت میکنه. خب اینا مبنای روایی داره، مثلا استناد کنم به روایت امیرالمومنین که ظهور زمانی اتفاق میافتد که جهان پر از ظلم و جور شده باشه. خب نمیگه که طرف همه ظالم بشن و فاسد بشن. افزایش ظالم نیست، افزایش ظلمه. ببینید کما ملعت ظلم ظالم به حد اعلا برسه. نمیگه همه ظالم بشید همه فاسد بشید. اگه بناس همه ظالم و فاسد بشن که امام بیاد، با خیلی از مبانی واجبات و محرمات و امر معروف و نهی از منکر تضاد پیدا میکنه. ببین از اون بلغت کتب نافذ زبور من بعد ذک ان الارض یرثها عبادی است، انسان های صالح با تربیت کنین. خب این اگه بنده بخوام فساد بکنم که این چه جامعه است که چه جامعه زمینی سازی است؟ ببینید یعنی اون نگاه جامع کسی به دین نداشته باشه، بر اساس سلایق خودشون و ذائقه خودشون یه مسائل تعریف بکنن. بله ما اعتقاد داریم انسان های منتظر باید خودشونو بسازن، اما فقط همینه؟ شما آخرین آیه سوره آل عمران اصبروا و صابروا و رابطوا، این وقتی که میگه اصبروا یعنی اول خودتو بساز، چشم، بعد چی؟ جامعه رو بساز و بعد رابطوا، رابطه تو با امام قوی بکن. به خاطر سوره هود و تاب مک و جالب همین افراد وقتی که دعا میخونن میگن به ابی انت و امی و نفسی و مالی، میگه خودم، پدرم، مالم، همه فدای تو امام زمان. خب پس چیه؟ کجا رفته اینها؟ تو خود فدا کن که امام بیاد دیگه. تو جامعه این همه ظلم و فساد دار میشه، امام اگه نمیخواد بیاد ظلم و فساد از بین ببره، خب کمکش کن، بار حضرت رو کم شما بردارید. ببین این روی کد ماره برداشت های غلطی است که از مقوله انتظار فرج، برداشت های غلطی است که از مفاهیم روایات، برداشت های ناصحی است که از نوع ادبیات اعتقادی و دینی پیدا میکنن. ببینید اینا جریانی که ما در مقابل این جریان قرار میگیریم، باید عالم ما، نخبه ما و فضای فریختگان جامعه ما بیان متولی این امر بشن. به خاطر همینه تمام جریانات انحرافی میگن ما این کارو میکنیم، اما به خاطر همین عالم قلابی درست میکنن، تفکری از شیعه ایجاد میکنن که این تفکر همون مبانی است که ما داریم غرب نگاه میکنیم وجود داره. تفکری است که عالم سازی هست، دین سازی هست، مذهب سازی هست، فرق سازی هست، یعنی یه چیزای دیگه ای دارن میسازن تا اونو به خورد جامعه بدن، چون جامعه جامعه منتظری است. این به خورد جامعه دادنه لایه لایه است. مثلا حالا شما زمان طاغوت رو اشاره کردید، این تفکر وقتی وجود داره میگن آقا نمیدونم رضا شاه داره زمینه سازی ظهور میکنه. خب ما الان تازه بعد از حالا 30-40 سال که از انقلاب گذشته اسنادی اومده بیرون با عنوان طرح ماهان که موساد یک طرحی رو ایجاد کرد با عنوان تضعیف اعتقادات مردم به امام زمان. 20 میلیون تومان سال 40 تصویب شده بود که ساواک این رو اجرا بکنه، مثل دیده شدن عکس امام در ماه. نمیدونم دوشنبه ها اگه قرآن رو باز کنی یه موی مثلا وسط صفحه باشه امام زمان نزدیکه، فلان عالم خواب دیده امام رضا رضاشاه کمر نمیدونم بسته امام رضاست تو این بعد اینها گسترش پیدا میکنه بین مردم. الان ما با همین تفکر مواجهیم که طرف امامت و مهدویت رو خارج از جریان اجتماعی و سیاسی میدونه، یعنی اصلا خود حکومت رو حالا مبتنی بر اون روایات که حالا خورده بس تخصصی میشه کار نداریم، میگن اصلا این حکومت نباید شکل بگیره. ما حرفمون اینه، میگیم اگر تشیع قرار به امامش برسه در کدوم تجمع تو چه قالبی شکل بگیره بیاد جلو. پس این حرفم اینه که میگم این لایه اولیه یه بخشش همون دعوای ما که ابتدای صحبتتون فرمودین، دعوای اون اسلام ابتذال با این اسلام حقیقی و مهدویت. الان مصادیقی که وجود داره، خب مدرسه دارن طرف رو تربیت میکنن که ما توی گفتارهای امام هم داریم،
که خون دلی که این پدر پیرتان از این قشر مقدس مآب خورد از دشمنان و اینها، هم خب این جریان الان ادامه داره. ما چطور میتونیم مردم آگاه بکنیم، با تم و ظاهر اهل بیتی کمک بکنیم، کار برای امام زمان، دعای ندبه، اما وقتی که سرنوشت مردم میخواد عوض بشه، این مهدویتی که دارن معرفی میکنن مهدویت اجتماعی نیست. ما باید یک فضایی رو برای مردم به وجود بیاریم. شما بالاخره 20 سال کار کردید، تجربتونه تو این برخوردهای با این آدما، اشخاص، نفرات مختلف، مردم چجوری بشناسن اون شاخصه چیه؟ نگاه کنید الان این مصداقایی که شما فرمودید این طبیعیه. اولا بگم جریان اصیل انقلاب، نظام، مهدویت مثل سیل خروشان داره جلو میره، الحمدلله. یعنی شما الان توجه به بحث پایان تاریخ، مثل بحث مهدویت، همین در انقلاب عزیز ما، کتابهایی که قبل از انقلاب با الان اصلا قابل مقایسه نیست. حتی شما مسجد مقدس جمکران نگاه کنید الان، خب این فکر نکنید اینم یه مسجدی است مثل بقیه مسجدها معمولی. بله مسجد هست، اما همینجا رو ببینید زائرین قبل از انقلاب و بعد از انقلاب اصلا قابل مقایسه نیست. میخوام اینو بگم اون سیل خروشان هست توی مسیح، ولی این سیل که داره رودخانه خروشان داره اتفاق میفته میره تو مسیح، طبیعی است که حاشیه‌ای هم داره برای خودش، که اینجا هیچ وقت دشمن سکوت نمی کند که شما برنامه‌های اصیل خودتو انجام بدید. الان تو همین برنامه‌های کشور خود ما، هر جایی که بحث قرآن و اطرد باشد، هجمه شیطان اونجاست. خب همون زمان من یادمه ادبیاتی درست شد به نام ظهور صغرا در جامعه. غیبت صغرا و غیبت کبرا نداشتیم، حالا ظهور صغرا کجا پیدا شد؟ چون میگن امام دارای دو غیبت است، چون اولی کوتاه شد میگیم غیبت صغرا، دومی طولانی شد میگیم غیبت کبرا. ظهور صغرا چیه؟ ادبیات وقتی که میگن پشت بند اون عقبه فکری و علمیشو باید نگاه کرد. عقبش برگشت گفت بله، در زمان غیبت مردم تکلیف داشتن به علما و ولی فقیه مراجعه کنن، چون ظهور صغرا شد دیگه نیاز به اینها نیست. خب همین تفکر انحراف ایجاد میکنه، یعنی جمعی دسترسی به امام دارن که ممکنه یک جمع دیگه نداشته باشن. یه فاصله بگیریم، ادامه بحثمون خیلی جذاب شد. با توجه به آیات قرآن، برای مثال آیه 31 سوره یهود، پیامبر الهی از ادعای برخورداری از دعاوی گوناگون امتناع ورزیده و در این حال برتری افراد را تنها در تقوای الهی دانستند. اما این روزها شاهدیم که هستند افراد دروغ پردازی که حتی از پایین ترین مراتب ایمان برخوردار نبوده، اما ادعای ارتباط وحیانی با خدا داشته و خود را عالم بر تمامی علوم غیب الهی می دانند. میخوام یک حقیقتی رو اعتراف کنم، عشق و واقعیت من با خدا، من رابطه های پنهانی دارم، یعنی بهم الهامات میشه، بیشتر مواقعی که در خفا هستم جبرائیل نازل میشه و به من وحی میکنه ماهان ملک تو دیده خداوندی و مأموریت داری که از زیباییت در راه نیک استفاده کنی. سعی کنید خودتون رو بسازید. و در خصوص افراد مختلف احکام شیطانی صادر میکنند. دنیا و هرچه در آن است را ابزاری می دانند برای رسیدن به امیال پست زمینی و گستره دیدشان زاویه است از چشم شیطان. برنامه بازگشت رو می بینید در مورد آسیب شناسی مباحث مهدویت از جمله مدعیان دروغین و فرقه‌هایی که در جامعه جریان سازی می کنند صحبت می کنیم. خب حاجا، ما بحثمون به اینجا رسید که یه عده اومدن یک سی دی رو تولید کردن، یک جریان رو پیش بردن و این شد نتیجه استناد غرب نسبت به مواضع آخرالزمانی جمهوری اسلامی و انقلاب. عوامل این که این سی دی رو ساختن و این جریان رو به وجود آوردن، با توجه به این که حالا سواد درست حسابی نداشتن، شما گفتید ظهور صغرا و کبرا، اگر بخوایم حالا ادبیاتی هم بشه ظهور اصغر و اکبر، یعنی تا همین شاید ابتداییاتش هم این تئوری که داشت شکل میگرفت زیاد مبنای علمی نداشت. عوامل اینها چی میتونه باشه؟ نکنید حالا این سیدی که از اتحادی اشاره کردید، این قطعا نشأت گرفته از بسترهایی که از یه تفکری بروز ظهور میکنه. همونجور که قبل از انقلاب
ادبیات انتظار چیزی دیگه بود، بعد انقلاب همونا تغییر ماهیت دادن، بعد اومدن گفتن که ما چیکار به جامعه داریم، تو مسائل سیاسی دخالت نکنیم، فقط بخوایم مثلا خودمون رو بسازیم. یعنی اینو ادبیاتشون رو تغییر، اونجا هم همینه، سیدی ظهور بسیار نزدیک است درست کردن، بعد لحظه دیدار نزدیک درست کردن، بعد تشابه به اصطلاح مختار و آقای احمدی نژاد رو مثلا درست کرده بودن. ببینید الان هم هست، یعنی بعضی موقع ها یک جریان انحرافی درست میشه، یه اسمی براش گذاشته میشه، بعد میان شبه اونو انجام میدن. ناکنید اون تفکری که وجود داره، عواملی که بر اساس اینو تحریک کرده تو این مسیر قرار بگیره، زائقه جامعه منتظر بوده. عده تریبون به دست، عده نویسنده، عده جریاناتی که پشت پرده یا جلوی پرده، حالا من کاری با اونها ندارم، مردم رو به جای اینکه دعوت به زمین سازی برای ظهور که همسوی با نظام و انقلاب باشه، اومدن گفتن که ما بیایم علائم ظهور رو بسازیم. خب اولا مگه علائم ظهور میتونید بسازید شما؟ علائم ظهور اهل بیت برای این بیان کردن که ما اگر جریانی اتفاق افتاده، تابلوهایی که اتفاق افتاد در مسیر ما، ببینیم آیا به ظهور نزدیک هستیم یا نیستیم، بشناسیم، ولی نمیتونیم ما علائم ظهور رو طراحی کنیم، اصلا در حیطه اختیاری ما نیست. علائم ظهور هم تعریف هایی براش آمده، یعنی به این سادگی ها نباید جامعه رو دعوت کنیم که این زائقه ها رو ببرن تطبیق بدن. شما همین چند سال اخیر که چه ارز کنم، همین چند ماه اخیر شما ببینید هر اتفاقی که میفته میگن این نکنه همون نفس زکیه باشه، این نکنه مثلا همون یمانی باشه، سلیمانی این پخش شد توی فضا. بله یعنی بعد حالا همینا باعث سوء استفاده دشمنا قرار میگه. دشمن دیگه، دشمن که مخالفت نیست که یه جور با هم بشین کنار بیاین، دشمن دشمنه. در تمام مسائل کمینگاه قرار داره که بتواند از یک جریان مسائل اعتقادی تو سوء استفاده بکنه. به خاطر همین عامل اصلیش زائقه بعضی از افرادی است که تو جامعه دارن تغییر میدن. خب این با ابزار، یعنی اثرگذار دارن، سرمایه اجتماعی، پایگاه اجتماعی دارن. قطعا همین جوره، ولی آدمای عادی که نمیتونن این کارو بکنن. قطعا یه عقبه فکری و علمی این جریان داره هدایت میکنه. حالا بعضی موقعا در لباس شاید انقلابی هم بیاد طرف، بعضی موقع در لباس آدم‌های متدین شاید بیاد، بعضی موقع در لباس افراد تریبوندار یا مثلا جریان دارای سبک و مکتب خاصی باشه. یعنی این جریانات باعث میشه افراد روی مسیر گمراهی قرار میدن. شما ظاهر آدم‌ها رو هم که می‌بینید، این زاهد، بعضی موقع نه، آدم‌های واقعا ملحد و آدم‌های پستی هم هستن، چون اینا دلشون نه برای نظام سوخته، نه دلشون برای امام زمان سوخته. اینا مثلا بخوان جریان یا امام رو بزنن، زورشون برسه میرسنن، اگه زورشون نرسه میان نائب امام ولی فقیر رو میزنن. این نگاه اگر ما بخوایم درمان بکنیم، باید عامل اصلی این تغییر زائقه رو انجام بدیم. زائقه رو باید ببریم به سمت شرایط و علائم، شرایط ظهور و زمینه سازی برای ظهور. طرف بیا تکالیفی که به عهده هست اونا رو به نحو احسن در جامعه انجام بده. این یه نکته. نکته دوم، بعضی موقع ها به جای اینکه مردم رو بیان رضایت امام رو داشته باشن، دعوت میکنن امام رو ملاقات بکنید. خب ملاقات حضرت مگه جزء وظائف ما، جزء آرزوهای ماست؟ تشرف گرایی. بله. بعد جالبه، من چند سال پیش یادمه سر یک فرد منحرفی بود، میگفت اگر کسی بخشش، ما گناهاشو میبخشیم، آدم پاکی شد میتونه امام زمان رو ببینه. خب اول این توهین به خیلی از متدینین جامعه ما هست. آخه یه نفرم داشتیم که میگفت اصلا دیدن امام نیاز به کمالات نداره، کرامات نیست. خیلی از منافقان هم مثلا امام رو خوب، این اشتباهه، پس چرا مثلا دستور عمل اومده که آقا دید؟ اصلا ما هدایت به رؤیه داریم. اتفاقا این هم جواب هموناست دیگه، مثلا شم رو تا رو سینه امام رفت. میگم دو قطبه، اصلا اینا میگن نمیشه، اونا میگن میشه. هم میگم وقب از لحیت و حتی محاسن مبارک عبدالله رو گیره. مگه خوارج امیرالمومنین نمیدیدن؟ ببینه هنر نیست که امام رو ببینه، هنر اینه و یزکی هم و یعلم الکتاب و رضایت هم. انسان صالح، تزکیه نفس، پاک، همون نگاه توحید محوری رو داشته باشه. حالا ببین همین فضای ترویج فرهنگ ملاقات گرایی با امام زمان علیه السلام، همین فضا تحریک میکنه بعضی از آدم ها رو، میرن سراغ اون. ها یه عده به تعبیر حضرت آقا آدم های دکانبازی هم هستن، میگن ما میتونیم شما رو ببریم خدمت امام زمان. طوری وانمود میکنن که انگار، من دیدم این چند سال پیش کتاب هایی بود، مثلا کتاب پرواز روح بوده، کتاب ملاقات ها بوده، مجله خورشید مکه بوده، مگه نبودن اون آدم های منحره؟ میگفتن که شما بیاید، حالا ما که ملاقات داریم،
شما اگه میخواید اتفاق بیفته بیاید، ما راهکارهایی بلدیم، جلسات سیر و سلوک، تزکیه نفس، حتی خونه در کنار مسجد مقدس جمکران طراحی کرده بودن و بر اساس یک سری دستور عملهایی میگن ما شما رو به امام زمان میرسونیم. حتی قراردادهایی داشتن که بخشش گناه که چه ارزش کنم، جواز عبور از صراط برای آدمها میدادن. حتی خودتونم چند وقت پیش من شبکه‌های متعدد پخش کردم اینا تو هشتگرد کرج کعبه درست کردن، حاجی بشن، سجاده خالی میذاشتن، نماز میخونه. خب ببینید روی کردهایی است که از بیرون دشمن اینها رو میبینه. این چه اتفاقی میفته؟ یعنی جامعه اسلامی رو جامعه عزم میخوام توأم با بدعت ها و خرافات نگاه میکنن. آقا جون این صحبتی که ما میکنیم میخورده حالا سریعتر صحبت کن. شما میگید ذائقه مردم باید شکل بگیره، اون جریان رسانه داره، یعنی اون سیدی تو سال 88-89 که فضای مجازی به این شکل هنوز گسترده نشد که هر کس مثلا یه پیجی بزنه ممبر بیاره بالا، وحشتناک پخش شد. یعنی صدا و سیما اگر شاید پخش میکرد انقدر دیده نمیشد. این فضا وجود داره. بعد شما میگید ذائقه رو عوض کنید. همین اخیراً خواب نقل میکنن تو همین جریانات، بعد به اسم بزرگانیه که شما دهنت بسته است. من مثلا شخص علیرضا پورمسعود بخواد بره صحبت کنه میگن تو بیشتر میفهمی یا حالا آیت الله فلانی، حاج آقای فلانی. من خودم حالا اطلاع دارم در جریان هستم که شما همیشه تو خط شکنی و خط مبارزه با این تفکرات بودید و خیلی هم خیلی جاها تحت فشار بودید، آسیب ها و تهمت هایی هم به شما زده شده. اما قبول بکنید یه جایی یه سری آدم یک حصارهایی برای خودشون دارن که شما اجازه نمیده بگید اشتباه در قامت این آدم اومده. ما چیکار کنیم اینجا رو؟ این بالاخره تعارف نداره تو جامعه. الان شما بگید تشرف گرایی از قول فلان عالم نقد شد، بعد تکذیب شد، تکذیبیش دیده نشد، اما وقتی شما حرف میزنید میگن آقا فلان عالم گفته، تو چیکاره ای؟ ما اینو چیکارش کنیم؟ ما روش برخورد چیه؟ اولا ناکنید ما مبانی خودمون رو باید خیلی زیبا، شیرین، نوفهمی و زیبا فهمی بکنیم. اصلا ذائقه رو نباید به سمتی ببریم که تکلیفت ملاقات باشه. طرف بگه خب من چله نشینی بشم امام زمان چل شد چل تا چب چهارشنبه برم جمع کنان و اگر نبینه این ناامیدی ایجاد امام زمان بکنه. اومد و طرف اینا رو انجام داد، دوچار ملاقات شکل نگرفت، دوچار یأس و ناامیدی شده و بعد میگه اصلا امام زمانی نیست. ببینید ما یه اون افرادی که این کار رو میکنن، یعنی حالا شما چند تا از تیپای مثلا علمایی رو نام بردید، ما خیلی از علمای چندین برابر رو داریم با این جریان مخالفن. این تفکرات خیلی از آدمایی هستن دارن از این فضای عالم و علما دارن سوء استفاده میکنن و کم هم نیستن. و الان تو ذهن من بعضی از اشخاص به اسم داره مرور میاد جلو چشم هستن که من محدودیت هایی داریم برای بیان اینها و الا واقعا برای افشاگری و جهل زدایی تو جامعه باید بیش از اینها فرهنگ سازی و تلاش بگیم. ببینید عرض بنده اینه، وقتی جامعه رو به سمت و سوی مسائل ملاقات میبری، بحث ملاقات حضرت رو با تبیین بشه که اولا عزیز من این جز وظایف تو نیست. تو میتونی بدونی که ملاقات حضرت بکنی رضایت امام رو به دست بیاری، یک توفیق ممکن است. بعد جدایی از همه، دیدار و ملاقات از طرف ما با حضرت نیست. یعنی بعضی موقع های ملاقات هایی تعریف میکنن، این اراده خود امامه که تشرف شکل این میگه. ملاقات از طرف امامه، اراده از طرف ما نیست که اگه من هر موقع میخوام پاشم برم. آها نمیشه. من یدع المشاهده فهو کذاب مفتعی، خود امام داره بیان میکنه اینو. بس ببینید ما میگیم اینو فرهنگو ترویج نکنید، نه اینکه ملاقات نگوید. خود حضرت آقا یه ریل گذاری نسبت به همین قضیه فرمودن بعضی موقع اساتید ما، بزرگان ما، اتفاقات و عنایاتی از طرف امام میشد جرأت بیان نداشتن به این سادگی. و تازه بعد مرگشون نقل میشه که حالا در زمان خودشون هم اگه نقل هایی شده و یا عنایاتی شده، نکنید نگاه به تعریف این قضیه نگران ترویج این جریانن که هر کسی پیدا میشه میگه من ملاقات با حضرت. من یادم میاد چند سال پیش یا آقای میگفت که بله راه جریان ارتباط معنویت و مهدویت باید یک کسی باشه ارتباط با امام زمان داشته باشه و میگه من و حضرت خضر هستم که ارتباط با هم. خب این حرف همون حرف شیخی و بابیت و بهاییته. یه نفر باید باشه، حالا اون باب بود، نفر نمون رکن رابع بود. این فضا انحرافات ایجاد میکنه. یه موقع طرف میگه من الان من هستم، بعد میگه خواه ایشون که ارتباط داره پس حتما کار دیگه هم بلده با انجام, بلده انجام بده. بله. و اون آدم هم چیکار میکنه؟ برای اینکه مریدان و افراد خودشون نگه بداره دست به هر کاری میزنه. شاید بعضی مسائل شریعت هم زیر پا میذارن، ولی مخاطب فریب خورده است. فضای جهل خدا نکنه به انسان غلبه پیدا بکنه، انسان توی مسیر به جای اینکه خدا محور بشه شخص محور میشه. ببینید جان، ما الان تو این فضایی که قرار داریم همین اخیراً شاید یک سال نمیگذره،
طرف درس اخلاق داشت، سیر و سلوک ازشون میدونید، من کیو میگم محدودیت رو نمیستم میتونیم ببریم. اومد گفت من دارم میرم مکه، یه پیام دارم، بیاید تو درس مثلا فلان روز اخلاقم از امام زمان پیام آوردم. بعد پیام آورد گفتشون مکه به درد من نخورد و امام زمان سلام رسونده. یک هفته مخاطب تو استرس بود، آقا الان میاد امام زمان برای شما پیام داره، آقا چی گفته مثلا، سلام رسوند. بعد این آدما میاد برخورد امنیتی باهاشون بشه، میرن تو نقش اپوزیسیون نسبت به انقلاب امام زمان، همون عالم ستیزی عقل ستیزی. بعد این آدم ها بعضی از مریداشون یا میان سمت مسئولین قرار میگیرن یا میان تو جامعه جریان سازی، حالا به اسم اینکه عدالت رو ما راه بندازیم. بابا با اینا ما چجوری باید مقابله بکنیم؟ یه بخشی شما تریبون دارید، بنده حالا شما در جریان بوده، تو نقد این آدم صحبت ها شد، هنوز فحشا و ناسزا و تهدیدها داره از جاهای مختلف میرسه. ما چجوری باید با این آدم برخورد بکنیم؟ اعتقاد مردمه، ما فردا اگر حالا اتفاق بیفته ظهور خود امام زمان بیاد، انقدر اینا داستان درست کردن، یعنی میگه آقا نه کجا معلوم، حالا خود حضرته. ما یه راهکار این شکلی میخوایم. فقط اگر اجازه بدید ما یک فاصله ببینیم، یه میان برنامه کوتاه ببینیم، برگردیم روی این مفصل صحبت. هرچند هنوز زوایا و ابعاد بسیاری از پدیده مدعیان دروغین مهدویت ناگفته یا نامکشوف مانده، اما گستردگی و پراکندگی این گونه ادعاها در طول تاریخ دلیلی بر اصالت اسلامی، فراگیری و رسوخ اندیشه مهدویت در میان مسلمانان است. گستره زمانی و جغرافیایی مدعیان دروغین از صدر اسلام آغاز و تاکنون به صورت مستمر ادامه دارد. به عنوان نمونه، احمد ابن معاویه 280 قمری در آندلس، مهدی سودانی 1880 میلادی در سودان، سید محمد جونپوری 910 قمری در هند، ناصر ابن محمد عیانی 1062 میلادی در یمن، میرزا ملا جان بلخی 890 قمری در بلخ، شیخ عبدالقدیر بخارایی 900 قمری در بخارا، علی محمد شیرازی 1258 قمری در ایران، محمد ابن عبدالله قحطانی 1400 قمری در عربستان. تنوعات مدعیان دروغین به لحاظ نوع ادعایشان: ادعای مهدویت، ادعای نیابت و وکالت، ادعای ملاقات و رؤیت، ادعای ارتباط، خواب، رویا و غیره، ادعای مکاتبه، تطبیق نشانه های ظهور بر خود و ادعای همسری امام. بخش پایانی گفتگوی برنامه بازگشت است با حاج آقای نصوری، پیرامون آسیب شناسی مباحث مهدویت و جریان سازی ها در اجتماع. حاجی من سوالی که قبل از میان برنامه پرسیدم این بود که ما با این آدم ها چجوری برخورد بکنیم و حداقل مخاطب رو چجوری اقناع بکنیم نسبت به انحرافات این. اولا حاجی بخش پایانی من جنبندیش هم بکنم. اولا نگاه کنید، ما روی کرد ما به مباحث آسیب ها، انحرافات، بدعت ها و جریاناتی که ایجاد میشه هیچ وقت نباید روی کرد امنیتی و قضایی داشته باشیم. روی کرد فرهنگی است و روی کرد علمی است. و ما وقتی که رویکرد علمی داریم بهش نگاه میکنیم، مخاطب ما هم به آرامش میرسه که فضای داره ایجاد میشه. مثلا ما خیلی از جریانات بود تا برخورد که میکردیم میگفت که این ما رو این جناس. نه، ما نگاه کنید رویکرد کاملا علمی و جریانات انحرافی رو ما نباید رویکرد امنیتی و قضایی. بله، وقتی که به یک انحراف به حدی رسید، طرف مسائل غیر اخلاقی و مسائل دیگه رو زیر پا گذاشته. یه تفسیر بزنم، مثلا الان جریان احمد الحسن برخورد امنیتی فکر کنم لازمه، چون اونها دست به سلاح و دست به اسلحه شدن. همین رو عرض کنم، وقتی که رسیدن به یک جریان دیگه ای، بله اون مثل گروه فرقان گرفته یا جریان خوارج، فرق نمیکنه، اینا هم همون تا یه مدام مدرن تر شدن، یعنی همون ادبیات خوارجی، همون ادبیات داعشی، یعنی همون ادبیات. ولی در یه فضایی کاملا یه آدم فریب خورده است، یعنی واقعا شبهه اعتقادی داره، اونو باید حلش کرد. این یه نکته. نکته دوم، ما شاخص شناسی هامون رو جدی باید بگیریم در جامعه. وقتی که بنده تریبون دارم، کتاب دارم، مسئولیت دارم، نمیدونم
فضای رسانه دست من هر جا هست، من دست خودم نیست، مخاطب دارم. باید انقدر جریان سازیم بر اساس اصیل و نگاه اصیل باشه که بتونم دقت کنم مبادا آسیب و انحراف جامعه رو ایجاد بکنم. اکثر جریانات انحرافی که تو این زمینه است، الان شما اون قضیه که اشاره کردید، خب اون یه آدم کاملا حقباز و دروغگوست، اما خودش رو منتسب میکنه با آقایی که اونم تکذیب نمیکنه، اما مثلا اون اینه دیگه. خب ببینید ناگهان اینا باید سوال کرد دیگه. مثلا من بعضی از همون جریانات تو مسجدشون در قم من که رفته بودم، مثلا بهشون گفتم خب این آقا که میگه من مثلا شاگرد آیت الله بهجتم، من نمیدونم اجتهاد حوزه دارم، این استعلامی بکنید. خب وقتی که استعلام بکنه دست به طرف اومده بگو ای راست میگه اجتهاد پایشیش حوزه داشت، خب این که نمیشه مجتهد. به این آقا شاگرد مثلا آیت الله عظما بهجت رحمت الله علیه نبوده، خب همین مقدار بپذیر که این دروغ گفته، بقیه مطالب فاصله بگی. ما ناگهان تو نوع شاخصه هایی که به مخاطب امروزی میریم چند تا نکته باید خیلی دقت کنیم. یک، ما رو دعوت به خدا میکنه، دعوت به خودش میکنه. اکثر جریانات انحرافی به جای اینکه مردم رو خدا محور کنن، شخص محور میکنن. خب تو حواست رو باید جمع بکنی. دو، دعوت به ابتذال میکنه یا دعوت به توحید میکنن. دستورات مثلا طرف میگه من گناهتو میبخشم، این اصلا توهین به فرده. بیاد در جلسات ما در قالب سیر و سلوک و تزکیه نفس ما مثلا شما رو دیگه به یه مسیر توحیدی قرار میدیم. خب وقتی نگاه که میکنی، آیا تو رو پویایی در جامعه میده یا عزلت نشینی و گوشه نشینی قرار میده؟ این چه عرفانی است؟ این چه معنویتی است؟ این چه زمین اساسی برای ظهور حضرت؟ خب الان میگن آقا ما رو با دین آشنا کرده. من با یکی از اینا برخورد میکنم، حوزه علمیه توی قم برنامه داشتیم پیرامون همین جریان که حالا بنده رو دعوت کرده بودم، اونجا رفته بودم، من طرف بلند شد گفتم خواستم برم انگلیس، نخبه بودم، نمیدونم هزار تا کار میکنم، ایشون منو به دین برگردون. آقا ذهن این باید چیکار بکنه؟ شما به دین دروغ بگو، میگفت شما مشکل دارید، شما رو به دین وقتی دعوت دین ببین مبانی داره، اگه با مبانی دین سازگاری ندارد خب فاصله بگیر. خود اهل بیت فرمودن اگه دین خب شناخت نسبت به دین نداره. آها. اون معرفی دین رو مثلا یه مثال بزنم در مورد خودم، من مهدویت رو با جریانات شما شناختم، یعنی سر کلاس شما بودم باش. با اساتید و اینها گشتم، این شکلش اگر با کس دیگه بودم شاید اصلا قبول نمی‌کردم این حرفا رو. اینجا یه ببینید چالش به وجود میاد. این آدمی که تو این عرصه هست، یعنی خود شما، همه خود بنده، همه همینه. وقتی توی عرصه ایجاد شدیم، ببینید مبانی ما چیست، مبانی رو بدونه، وقتی اشکال نداره از فرد بده، مرید فرد بشه، عاشق فرد بشه. ولی اگه دستوراتی میدهد منطبق با شریعت و عقلانیت نیستن، باید بپذیره، باید فاصله بگیره. حتی ما جریانی خب داشتیم اینه، اون شریعت رو با این شخص شناخته، این نکته اینجاست. شخص محور شده. ببینید شخص محور شده، به طب اینجوری که نیست که از این به بعد تو تمام شؤونات و مسائل و آموزه‌هایی که داره میگه دربست در اختیار او بپذیره. ببینید طرف نباید خودش رو دربست مسائل اعتقادی خودش رو در اختیار یه فکری قرار بده، یه طیفی قرار بده که ولو بعضی جاها خب این حرف گفته شاید از نظر چیز برداشت من باشه، برو تحقیق کن. اصلا تقلید و تحقیق اسلام برای همین جاها گذاشته. تحت ولایت که قرار میگیرن چی کار کنه؟ مثلا ما موردی رو داشتیم که جریان فاطمیه میگرفت 20 شب تو مسجدش قاری قرآن در حد اجتهاد و اون حالا مواردی که مطرح شد با نمیدونم ارتباط با زن شوهردار، این ارتباطات هیچ کس قبول نمی کنه. طرف اصلا شما میگفتش دیگه، میگو من برای کمک به امام زمان و همسرمو در اختیار این قرار میدم. این تحت ولایت قرار گرفت، این تحت ولایت چجوری بیاریم بیرون؟ ببینید آقای پور مسعود، ناگهان تمام این مستاقایی که میگید همش توی قالب حله. ببینید اگه ما رو دعوت به خدا میکنه میپذیریم، دعوت به خود میکنه فاصله میگیریم، اگر با شریعت و عقلانیت سازگاری داره میپذیریم. عقلش کوره، اون عقل رو چجوری بیدار کنیم؟ اون یه بحث جداست، یعنی فقط اون فضای جهل و نادانی آدم ها، این باید با جلسه گره باش گفتگو کرد، مشاوره داد تا هدایت بشه. اینجور هم نیست که طرف یک عمری رفته در یک مسیر انحرافی با یه جلسه دو جلسه بخواد برگرد، این به این سادگی نیست. فرهنگ تبدیلش کردن به یه فرهنگی دیگه کار سختیه و زمان بره. نکته بعدی مبهمگویی داره، شفافگویی داره، یعنی طرف اگه واقعا میخواد درمان بشه، بله بنده بیمارم پیش پزشک بزرگوار میرم، پزشک نسخه میمیزه، تک تک اینها یا میپرسم یا میدم انجام میدم دیگه.
بعضی موقع ها تا نپرسیده طرف حاضر نیست هر دارویی رو استفاده بکنه. ها اینجاست واقعا اگه طرف دنبال، اگه نه طرف دنبال درمان نیست، اون یه بحث دیگه است. میگه به طرف گفتن آبی که مار هست اون آبو نخور، عقل کم میشه. گفت عقل چیه؟ گفت هیچی بخور. ببین یعنی یه موقع است نمیخواد توی مسیر قرار بگیره، اون یه بحث جداست، ما با اونا کاری نداریم. ولی واقعا یه کسی که بالاخره خدا به ما منطق داده، عقل داده، شعور داده، درک داده، تو این فضا مثلا اگه واقعا مبهمگویی داره چرا بپذیریم؟ من تو همین تهران یه خانومی بود که خیلی از شخصیت‌های جامعه رام دور خودش جمع کرد. یکی از این خانم‌ها گفتم که چی میگه تو جمع؟ گفت ما حالیمون نمیشه. گفت حالیت نمیشه چرا میری وقت خودتو میذاری اونجا؟ خب ببینید او داره مبهمگویی حرف میزنه، خارج از مبانی حرف میزنه، تو چرا ریشه تو گرو اون گذاشتی؟ تو چرا فکرتو در اختیار او قرار دادی؟ ببین راهی که وجود داره واقعا ما باید نگاه هم عالمانه داشته باشیم و هم نگاه عالمانه توأم با نگاهی که تو جامعه بتونیم اثرگذار داشته باشیم. این فضا برای انسان‌ها بازه. ما روز قیامت تک تک ما مسئولیم، بلا لحظه لحظه وقتامون، لحظه لحظه کارامون مسئولیم. اینه که توی این عرصه بنده در بس در اختیار اون آقا باشم، اون آقا هرچه گفته من بپذیرم. آیا واقعا نسبت به تقلیدی داری از او در تمام مسائل اعتقادی میکنید؟ جایی که باید تحقیق بکنی داری تقلید میکنی؟ آیا روز قیامت اشتباهات او اون میاد جواب شما رو انجام بده؟ قطعا این اتفاق نمیفته. اینجاست که باید فضا رو کاملا توی مسیر کالمن عالمانه قرار بدیم و طرف دنبال این نباشه که به جای اینکه بخواد فقط در بس در اختیار فردی قرار بگیره الا ولابد او هرچی میگوید و ذهنش رو در یه مسیر کاملا فرد محور قرار بده. نه، بر اساس تفکراتی باید نگاه عالمانه داشته باشه و به تعبیر مقام معظم رهبری در مباحث مهدویت باید نگاه عالمانه باشه، نه احساسی و جاهلانه، چون فضای جهل و نادانی است که انسان رو در مسیر گمراه قرار میده. این مسیر تو اون جریان احساس میکنم یه خورده از لحاظ رسانه‌ای مثلا ضعیفه. یکی از همین آقایونی که بعدها اومد و حالا خیلی جریانات انجام داد اینطور اصلا برای خودش اعتبار ساخته بود، میگفت من پیش اون استادم بودم، گفتم شب عید قدیر یه عیدی برای من بگیرید، میگو این استادم نشسته آخه منی که دارم میخونم خندم میگیره. ولی این تو فضای احساسی که وارد میشه چیزی فرمود، میگفت امیرالمومنین فرمود 5 تا عیدی به شما داده، یکیش تو قم، نمیدونم 4 تاش تو مشهد، شما برو اینو. بعد میگفت استادم میگه چشم، بله عرض میکنم. این فضایی که الان وجود داره اون طرف فهم میکنه میگه که آقا پس هم ارتباط داره دیگه. لابود شما خودتون با یکی از همین مدعیان که حالا تو زندان رفته بود با شیاطین ارتباط داشت به اسم انرژی درمانی، خب یه چیزی به شما گفته بود قبل از اینکه شما اون ذکر رو تکرار بکنید یا حالا اون مواردی که وجود داره، اینا میشه شبه معجزه. بعد یه حد میگن تایید میکنن. بله. یعنی باز میگم ما اینجا توی اقلیتیم. این نمیدونم حالا فضای عقل گرایی باید ببریم بالا، بریم یقه مسئولین رو بگیریم. طرف همسر اون زمان بود کتاب چاپ کرد. خب اینا نگاه کنید آقای پور مسئول، ما نگاه کن روی کرد ما اتفاقا دقیقا عرض تمام عرض بنده همین بخشه. ما دخالت آدم های غیر متخصص رو در مهدویت زیاد داریم میبینیم. آدم های مطلع هستن ها، متخصص نیستن. ما وقتی که راهبردمون اینه بیا متخصصین رو در جامعه زیاد کنیم، نه اینکه هر که تریبون دارد از هر حرفی داره میزنه بگه آقا این هم بیا بگو. یا مثلا در قالب نش واقعا ما یه نظارت جدی باید انجام بدیم در ممیزی کتابها، نشریات، مؤسسات. اینو متخصصین بشینن برای شاخصه تعریف کنن، بر اساس شاخصه مجوز بدن، نه اینکه هر کتاب چاپ بشه و هیچ نظارتی هم نیست واقعا و بعد طرف بگه که مخاطب خودش عقل و شعور داره اینا رو ببینه خوب یا بده. خب این فضا رو ما نمیتونیم با این مسئولیت قرار بگیریم. و بعضی موقع من دیدم مثلا میگن آقا این مربوط به علما می شود. خب ما الان کل علمای قم اومدن نقد و بررسی این جنایات رو انجام دادن. مبانی شما نویسنده رو چقدر دعوت میکنید که آقا اینجا کتابت مشکل داره؟ خب کاملا کل جلسات بله. ولی خب باز میبینید داره چاپ میشه ما همون مواره. بله. یه نکته دیگه که حضرت علی بحث رسانه رو اشاره کردی، حالا رسانه های شنیداری دیداری، ما چرا نباید مباحث اعتقادی و دینیمون زمان قبل از انقلاب، زمان آقای بروجردی، آقای فلسفی چند دقیقه رادیوی اون زمان رو داشته؟ ما 40 سال میگن صدا سیما دست ماست، چرا نباید من فضای اعتقادی خودم رو رسما بیام نقد کنم بگم این انحرافات وجود دارد؟ حداقل به ما اجازه بدید آقا ما اونجایی که حداقل دستگاه قضا باش برخورد کرده، دستگاه امنیت باش برخورد کرده، حداقل اونا رو بنده بیام یا رسما بخوام به مرحله تبیین برسه، حداقل اینو افشاگری کنم، جهل زدایی کنم.
چون بعضی میگن که آقا اینا معرفی میشن در جامعه، خب ضریب مثلا پیدا چی کار کنم ف این آدم منحرف رو. الان تو جامعه وقتی که من برخورد میکنم با بعضی از آدمهای فریب خورده ها، من میگم مثلا یه سیاستی که دارم و اون اینه که میگم هیچ وقت با فریب خورده ها کاری نداشته باشید، همش با خود فریب کار کار داشته باشید. چون اوست که داره اینا رو فریب میده. بنده چه میدونم تو چه مسیر، تو چه جلسه، تو چه فضایی بوده منحرف شده، ولی این فریب کار حالا برخورد شده، از نظر اعتقادی مشکل داره، از نظر امنیتی مشکل داره، از نظر قضایی مشکل داره. خب اینو معرفی کنید. چطور شما جنس قلابی وقتی که میبینید در جامعه هست، جنس قلابی رو رسانه‌ایش میکنید، اینم رسانه‌ایش کنید. خب از چی میترسید؟ اگه حقید مطلب رو درست بیان کنید، اگه حق نیستید حرف بیهوده چرا میزنید؟ بر اساس همین نگاه ها ما نگاه کنید تو فضای اطلاع رسانی. فقط نمیشه که ما بیایم تو قم این کار انجام بدیم، تو بعضی جلسات و برنامه ها حمایش ها اینو انجام بدیم. اینو واقعا باید از این ظرفیت استفاده کرد، به همه انتقال داد این فضا رو. الان ما بعضی از جریانات، الان شما تو فضاهای غرب بهتر از من کار میکنید، چقدر دارن نسبت به امام زمان علیه السلام، تفکرات امام زمان هجمه وارد میکنن. خب ما کو؟ اینه که ابزار نداریم، ابزارم داریم، آدمشون نداریم. چقدر هنرمندان بزرگوار و فاخر داریم، چقدر تهیه کنندگان برنامه سازهای خوبی داریم. خب این فضا چرا ما یه میده دستمون میلرزه برای اینجور مسائل؟ ما مبانیمون انقدر محکم و قوی هست. اینه که تو این جریانات ما باید یه جدیتری انجام. من کلام پایانی خودم رو تو یک دقیقه اگر بشه جمع‌بندی بکنم، ما دو تا کار جدی اگه انجام ندیم ضربه خوردیم و آسیب‌ها رشد می‌کنه. یک کار علمی است، دو کار عملی. در کار علمی باید معارف اعتقادی رو در متن آموزش پرورش در دانشگاه و حوزه جدی بگیریم، ضعیفیم. دو، کار عملی یک افشاگری و جهل‌زدایی است. حالا برنامه فاخر شما انشالله از این برنامه ها کسر الله انشالله زیاد بشه از اینجا موقع دستامونم نبندن، بذارید ما بهتر حداقل اونهایی که منحرفن بهتر باز بکنیم. فضای اسلامی ما اینو جواب نمی، این با مبانی ما سازگاری نداره. بنده روز قیامت مسئولم که وقتی که جریان انحرافی فردا میگه آقا تو تریبون بشی چرا نگفتی؟ نگیم آقا این به حزب من، این باند من، جناح من، همین رو بندازید. تو همه حزبام هستن از اینا بالا. من نورید و انمون علی الذین استضعفوا فی الارض. امام نگاه جهانی داره، نگاه حزبی و جناحی داره. اینا رو ور داریم، مباحث اعتقادی رو ور داریم، بیایم خط خط ولایت و رهبری رو نگاه کنیم. حضرت آقا قطعا با این تفکر مخالف خواهد بود که ما طیف خاصی رو اگه انحراف ایجاد کرد اونو نگیم. نه، ما بخوایم مطالب رو شفاف بیان کنیم. منتها بله، حریم ها رو رعایت کنیم، ادبیات ها رو رعایت بکنیم، اینا با یه نگاه مؤدبانه اینها رو منطقه. پس یکی فضای افشاگری و جزایی، فضای بی‌تفاوتی رو باید حذف کنیم. خیلی جریان انحرافی داره انجام میشه، آقایون خیلی بی‌تفاوتن. آقا یه نقدی بزن حالا ببینیم چی میشه، آقا برخورد کن یه چیزی میشه، آقا جلسه بذار. این فضا بی‌تفاوتی، شجاعتون برخورده وجود نداره، شجاعت علمی. آره، الذين يبلغون رسالات الله و يخشونه ولا يخشون احدا الا الله و كفى بالله حسيبا. حضرت آقا میفرمود این آیه نشون میده که در مبارزه با جهل و بدعت و انحراف با شجاعانه وارد بشیم. شجاعانه نیاز به ابزار داره. اینجوری نیست که من سینه سپر کنم بگم آقا من شجاع هستم. نه، ابزارها باید در اختیار قرار بگیره و این در جامعه روش می‌بینیم. ما جامعه بسیار جامعه دیندار خوبی داریم، ولایت مداری داریم ما. شما همین در تشییع جنازه سردار بزرگ حاج قاسم سلیمانی دیدید، ببین یک الگوی انسان منتظره فرد. ببینید مردم عاشقن. میشه آدمی تربیت کرد تفکر جهانی و دنیا رو به یه سمت و سوی جهت بده و این جامعه ما معلومه که تو جامعه زمین ساز ظهور هست، به شرطی که تلاش کنیم معرفت ها رشد و آسیب ها انشالله به حداقل برسه. خیلی زحمت کشیدید، گفتگوی خوبی بود، تشکر از اینکه دعوت ما رو پذیرفتید. وظیفه ما بود، انشالله که مفید فایده باشه. انشالله بخش پایانی برنامه‌مون هست. گفتگوی چالشی و جذابی داشتیم، هرچند که صحبت پیرامون این مباحث فوق‌العاده زیاد هست و سرفصل‌های مختلف، هرچند وقت ما محدوده. انتقادات و پیشنهادات و نظراتتون رو در شبکه اجتماعی با آدرس @bazgasht_tv با ما در میون بذارید. انشالله با برنامه بازگشت همراه باشید. خدا نگهدار. باز آسمان گرفته و پردود، خسته ایم، آه ای هوای تازه ما، خسته ایم، دریا کم آفتاب.
آینه کم تو کم فریاد میزنیم و صدا ما نمیرسد بی تو کلید واژه مفقود هستیم ظاهر شافتا به محمد در آسمان همه ستاره داوود خستیم موسیقی